سلام، مهندسه رجایی‌راد هستم و توی این ویدیو میخوایم درباره قطعاتی صحبت بکنیم که دارای چرخش یا روتیشن هستن. همونطور که میدونید هر وقت یه جسم به جرم ام داره حول یه نقطه دوران میکنه، نیروی گریز از مرکز یا سنتریفوگال فورس ایجاد میشه. این نیرو که یک نیروی مجازی هست به سمت بیرون به جسم وارد میشه و در واقع دلیل ادامه حرکت دورانی هست. به اون جسم کمک میکنه که بدون اینکه سقوط بکنه به این دوران ادامه بده. نمونه خیلی معروفش هم توی منظومه شمسی و چرخش سیارات حول خورشید هست. همونطور که میبینید این نیرو وابسته به جرم جسم، سرعت زاویه دوران و شعاع چرخش هست. بنابراین موقع حل مسائلی که دارای چرخش یا روتیشن هستن باید دقت کنید که به نرم افزار مقدار رو یا همون چگالی یا دنسیتی رو حتما تعریف بکنید، به خاطر اینکه اینطوری نرم افزار میتونه نیروها و استرس ها رو به صورت درست‌تر و دقیق‌تری محاسبه بکنه. توی تمرین 14 میخوام همچین قطعه رو ترسیم بکنم. همونطور که توی صورت سوال گفته شده ابعاد طولی بر حسب میلیمتر هستن و جنس قطعه از نوع استیل یا فولاد هست. چگالی اون رو به ما داده و همچنین سرعت دوران اون رو، در واقع سرعت زاویه دوران رو به ما داده 40 RPM. مثل همیشه اول از هر کار سیستم اندازه‌گیری رو باید مشخص بکنیم. با توجه به اینکه ابعاد طولی در واحد میلیمتر به من داده شده، من میخوام سیستم SI میلیمتریک رو انتخاب بکنم. بنابراین مدول الاستیسیته بر حسب مگاپاسکال باید محاسبه بشه، یعنی 200 ایسه، و همچنین دنسیتی یا چگالی باید بر حسب تون بر میلیمتر مکعب محاسبه بشه. بعد از تبدیل واحد میبینیم که رو برابر 7.8 ای منفی 9 به دست میاد. همچنین سرعت دورانی که نرم افزار از ما دریافت میکنه که جلوتر میبینید بر حسب RPM نیست، بر حسب رادیان بر واحد زمان هست. همونطور که میبینید واحد زمان اینجا برای ما ثانیه هست، بنابراین یه تبدیل واحد دیگه هم اینجا باید انجام بدیم. RPM رو به رادیان بر ثانیه تبدیل میکنیم و این مقدار به دست میاد. توی ماژول پارت با انتخاب Create Part مدلینگ اسپیس رو روی اکسیسیمتریک قرار میدم. نوع اون Deformable هست و بیس فیچری که انتخاب میکنم شل هست. فضای حدودی صفحه‌ای که میخوام توی اون ترسیم رو انجام بدم مقدار 200 براش مناسب هست. پس Continue رو میزنم. همونطور که توی ویدیوی قبل هم گفتین، زمانی که شما دارین ترسیمتون رو از نوع اکسیسیمتریک انجام میدین باید دقت بکنین که ترسیم با محور وای متقاطع نباشه. حالا این بار من میخوام با استفاده از Create Lines بیام خطوط رو به صورت حدودی ترسیم کنم، بعد با دادن ابعاد اونها رو دقیق تر بکنم. پس از این قسمت Create Lines رو انتخاب میکنم. به طور فرضی این شکل بسته رو ایجاد کردم. حالا با استفاده از این دستور یعنی Add Dimension این قسمت رو انتخاب میکنم. مقدارش 5 هست، درسته. یک بار دیگه این قسمت رو انتخاب میکنم. این قسمت باید مقدارش 10 باشه. و حالا این قسمت رو انتخاب میکنم. این هم باید 10 باشه. این زل رو انتخاب میکنم. باید 25 باشه. و این زل رو انتخاب میکنم که باید 15 باشه، درست. حالا که این قطعه رو با فاصله از محور وای ترسیم کردم ازش خارج میشم، دامه میزنم. قطعه ای که میخواستیم ترسیم شد. حالا وارد ماژول پراپرتی میشم تا برای اون خواص مواد رو تعریف بکنم. از این قسمت Create Material رو میزنم. متریال سازنده اون استیل هست. میام این قسمت General Density رو انتخاب میکنم. همونطور که گفتیم واحدی که باید از اون استفاده بکنیم توم بر میلیمتر مکعب هست. یعنی 7.8 ای منفی 9. حالا مکانیکال، الاستیسیتی و الاستیک رو انتخاب میکنم. تو این قسمت مدول گانگ رو برابر 200 ایسه مگا پاسکال و 0.3 میدم. اوکی میکنم. باید یه سکشن ایجاد بکنم. سکشن یک رو از نوع سالید و همگن انتخاب میکنم. استیل، اوکی. حالا این رو باید اساین بکنم. انتخاب میکنم و دان. حالا وارد ماژول بعدی یعنی ماژول اسمبلی میشم. توی این قسمت یه دونه اینستنس از نوع دپندنت ایجاد میکنم. اوکی. و ماژول استپ.
توی این قسمت با انتخاب Create Step اون رو از نوع Static General انتخاب میکنم، Continue رو میزنم. با توجه به اینکه توی این سوال اثرات غیر خطی دارم، انرژیم رو روشن میکنم و همچنین توی این قسمت این مقدار رو برابر 100 و اینطوری تغییر میدم. اوکی میکنم. حالا وارد ماژول بعدی یعنی ماژول لود میشیم. ابتدا میخوام برای شرایط مرزی یا باندری کاندیشن رو تعریف بکنم. پس از این قسمت create boundary condition رو میزنم. توی استپ اینیشیال میام این زل رو کاملا مقید میکنم. حالا میخوام چرخش رو براش تعریف بکنم. بنابراین از این قسمت create load رو میزنم. توی استپ 1 اون رو از نوع rotational body force انتخاب میکنم. نرم افزار از من میخواد تا جسم رو انتخاب بکنم. اون رو انتخاب میکنم. Done. توی این قسمت نرم افزار از ما میخواد که بزرگی سرعت زاویه ای رو وارد بکنیم. همونطور که قبلتر گفته بودم نرم افزار از ما این سرعت زاویه ای رو بر حسب RPM نمیخواد. بلکه بر حسب رادیان در واحد زمان میخواد. واحد زمان ما اینجا ثانیه هست. پس رادیان بر ثانیه که اون تبدیل واحد رو قبلتر انجام داده بودیم و توی این قسمت من اون رو پیست میکنم. اوکی. همونطور که میبینید الان در واقع این روتیشن داره به جسم اعمال میشه. پس وارد ماژول بعدی یعنی ماژول مش میشم تا اون رو المان بندی بکنم. توی این قسمت با انتخاب سید پارت میبینید که چون دپندنت هست به من میگه باید پارت رو انتخاب بکنی. پارت رو انتخاب میکنیم. توی این قسمت اپلای میکنم. خب خیلی درشت هست. اون رو روی 1 قرار میدم. اپلای میکنم. مقدار خوبی هست. اوکی. یس رو میزنم. همونطور که میبینید المان بندی که ایجاد شد کمی شلخته هست. من میخوام با انتخاب دستور پارتیشن نظم بهتری به این المان ها بدم. پس ابتدا از این قسمت مش ها رو پاک میکنم و توی این قسمت پارتیشن فیس اسکش رو انتخاب میکنم. حالا اینجا چند تا میخوام خط ترسیم بکنم. به طور مثال این خط و این خط. حالا دان رو میزنم. دوباره از این قسمت این رو روی 1 قرار میدم. اپلای میکنم. خوبه. اوکی. حالا یس رو میزنم. میبینید که خیلی مشبندی منظمی به من داد. حالا از این قسمت اساین المنت تایپ رو میزنم. خط رو انتخاب میکنم. دان. توی این قسمت میبینید که خانواده المان از نوع اکسیسیمتریک استرس هست. حلگر اون استاندارد هست و نوعش لینیر یا خطی هست. همچنین میتونید اسم المان ها رو از اینجا ببینید. اوکی میکنم. دیگه کارم با ماژول مش تموم شده و میتونم وارد ماژول بعدی یعنی جاب بشم. توی این قسمت یه جاب ایجاد میکنم. اسمش رو میذارم practice 14 و continue رو میزنم. اوکی. دیتا چک و بعد از اون continue رو میزنم. جاب که کامل شد با انتخاب ریزالتس وارد ماژول ویژوالیزیشن میشید. با انتخاب این دستور میتونید توضیح تنش رو توی اون ببینید. همچنین اگر بخواید شکلتون رو به صورت کامل ببینید از این قسمت ویو ODB Display Options توی تب سویپ اکسترود سویپ المنت رو میزنیم. میتونیم الان نیمی از اون رو ببینیم. به طور مثال این قسمت اپلای میکنم و به این صورت کمی رو میچرخونم تا بهتر بتونیم ببینیمش. کار دیگه که میتونم بکنم این هستش که اون رو به صورت کامل بهتون نشون بدم. اپلای میکنم. قطعه خیلی بزرگ هستن رو کوچیکتر میکنم. مثلا 50 تا. اپلای میکنم. اونطور که میبینید الان داره بهتر به همون رو نشون میده. مجددا برش میگردونم به 180 درجه. اپلای میکنم. حالا میخوام به صورت انیمیشن توضیح تنش رو توی اون ببینم. ممنون که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم که براتون ویدیو مفیدی بوده باشه. پس اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین تا بتونم بهتون جواب بدم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.